قطعی پایان کار لوئیس سوارز در بارسلونا کمان روی حرفش ماند. رونالد کومان امروز نشان داد که برای فصل بعد قطعا حساب روی لوئیس سوارز باز نکرده است. اگر اندک امیدهایی برای ماندنی شدن لوئیس سوارز در بارسا وجود داشت، امروز رونالد کومان آنها را از بین برد. سرمربی هلندی بارسا که بلا فاصله پس از جانشینی کیکستن فهرست چهار نفر از بازیکنان مازادش را به باشگاه ارائه داد و اعلام کرد روی لوئیس سوارز، امتیتی، ویدال و راکتیچ حساب باز نمیکند. این روزها در تلاش است تا تیمی آمده را مهیای لالیگا کند. کمتر کسی تصور میکرد لوئیس سوارز سومین گلزن برتر تاریخ بارسا در فهرست فروش باشگاه قرار بگیرد، ولی تصمیم کومان قطعی است. در روزهای گذشته اخبار و شایعات زیادی پیرامون سوارز شنیده شده است. برخی منابع با اطمینان از انتقالش به یوونتوس نوشتند و برخی دیگر میگویند که او با اتلتیکو در حال مذاکره است. دو روز پیش هم شبکه تی وی سی کاتالونیا ادعا کرد چانس ماندنی شدن سوارز هنوز وجود دارد و اینکه لیلن مسی از سران بارسا درخواست کرده تا سوارز حفظ شود. روز گذشته 12 سپتامبر اما این امیدها نیز رنگ باخت. رونالد کومان فهرست بازیکنانش را برای بازی دوستانه برابر ناستش اعلام کرد که در آن نامی از لوئیس سوارز و آرتور ویدال به چشم نمیخورد. با این ترتیب مرد هلندی یک بار دیگر نشان داد که روی تصمیم خود مانده و سوارز باید به فکر تیم دیگر برای خود باشد. بارسا حالا محکوم است تا با سوارز به توافق برای فسخ قرارداد برسد. ستاره روگویی قصد ندارد یک یورو را هم از دست بدهد و تنها در صورت دریافت تمام دستمزد فصل بعد خود حاضر به فسخ قرارداد خواهد شد.